اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. می گفت که من بلوچ و از سربازم، آن یک گفتا که ترک شد آوازم، از کرد نشان عهد و پیمان دارم، با ترکمنان به میهنم می نازم. ایران وطن کرد و بلوچ و عرب است، در پیکر ما مهر وطن مثل تب است، مازندی و گیلک عاشق آذری است، صبح هم به نشابور بروجرد شب است. من با لور و کرد عاشق ایرانیم، همراه بلوط شعر دل میخوانیم، با آذریم صاحب مشروطه شدم، همراه عربهای وطن میمانیم. علیرضا نوریزاده، امروز سیوم ماه اردیبهشت، تمام اردیبهشت هم یه روز دیگه مونده، اردیبهشت تموم شد، و بیستم ماه می ماه. دو تا تولد داشتیم و داریم. 29 اردیبهشت تولد زنده یاد دکتر محمد مصدق، پیر احمد آبادی که از همون وقت آخوندها رو میشناخت. وظیفه حکومتی کشور به بهشت بردن مردم نیست، به خمینی، به کاشانی، به امثال هم، بلکه استفاده صحیح از منابع کشور جهت رفع فقر و ایجاد رفاه برای شهروندانش. دیگه بهتر از این دموکراسی و حاکمیت ملی رو چه جوری بگیم؟ آقای دکتر مصدق رساله دکتراشو راجع به قانون ارث و اینه در اسلام نوشته بود. حالا بعضی هم میگن بله رعایت زن رو نکه، اون قانونش بود، ولی سکولار به معنای واقعی بود، یعنی دخالت سیاست، دخالت دین رو در سیاست بر نمیتافت. من هر بار این تصویری میدم متاثر میشم، یعنی یه مردی مثل او چرا باید در دادگاه یک آدمی مثل آزموده بیاد اونجور بهش اهانت بکنه؟ در حال نام و یادش جاودانه است برای همیشه، برای همه تاریخ. مگه میشه نام بی زوالش رو پاک کرد؟ شما نمیتونید. ببینید یه انسانهایی هستن از تاریخ عبور میکنن، نگاه انتظام چقدر قشنگ، آدمهایی از تاریخ عبور میکنن، مصدق تاریخ عبور کرد. به هر حال سالروز تولدش، یه سالروز تولد یک انسان دیگری هم داریم امروز که من خیلی دوستش دارم. 1329 یادمه وقتی سربازی رفته بود از کرمان نامه میداد، ای آل احمد هم که رفته مکه، احمد رضا احمدی، شاعر شاعر زیبایی، شاعر سادگی و شاعر لطف. احمد رضا بیماری قند خیلی اذیتش کرد، و ولی احمد رضا همیشه زیباست، همیشه. بریم به خود حرفاشو گوش بدیم. اخوان سالس هیچ وقت از شعر ما خوشش نمیاد، هیچ ایرادی هم نداره. ببینید مال سینما یه نوع ریاکاریای میخواد، یک کارای میکنه، کار من نیست. قیصروار خلاصه عینک احمد رضا رو برداشتم، عینک خودم برداشتم، دادم دست کسی همراهم بود، گفتم تکلیف تو میخوام روشن کنم. گفتن که خب یه چیزی بگو خودت هم خلاص کن، تو میخوای یه جوری من بخونم که معلوم نشه احمد رضا احمدی خونده دیگه.
گفتم که شاید یه همچین چیزی. با بازیگوشی های تلخی که احمد رضا داشت که همه شیرینی های اونو توی شوخیاش میبینن و عقبش میگردن، به لایه خیلی کمی پشت اون بسیار تلخی ها وجود داره. واقعا شعر عنصر اصلیش درده، نه وزنه نه قافیه است. تو قصه نداشته باشی بسیار چیز بی‌مزه‌ای در میاد. بخوای یه خور اونورتر بری قصه دار میشی دیگه. خود مرگ اینقدر چیز مهمی نیست، این ابتداش خیلی بده، یه تیتراژ مزخرف. نمیدانستم در بهار درون باید گفت. طنز احمد رضا شاهکار بود. مرگ چیز این تیتراژش بده. بله بله، با بهار پیاده شد و بهار گم شد. در حال احمد رضا احمدی فنومن یا یک پدیده‌ای بود که خیلی علیه شمشیر کشیدن. آقای براهنی نوشتن جنینی در شیشه های آزمایشگاهی که نگاه میکنید. بله خودش میگه اخوان شعر من رو دوست نداشت. نوریالا هم رو دوست داشت، رفیقش هم بود و خیلی کوشید تو طرفه توی جنگایی که داشتن. و احمد رضا برای خودش یه دنیایی بود و برای خودش یک جایگاه و ابهتی داشت که کمتر کسی نصیبش شد. این فیلمش رو دیدم، عمران صلاحی هم بود، نازنین عباس کیارستمی هم بود، عزیزانی که رفتن. باری ما مقدممون گفت پیش درآمدمون البته خوب بود، برای اینکه آدم با احمد رضا شروع کنه همیشه روزش خوبه و این بساط رو نداره. در مملکتی که در مراسم ختم بهنام صفوی از زدن صفوی خواننده از زدن نی جلوگیری میکنن، اعتراض میکنن که نی نباید بزنن، هنرمندا هم اعتراض میکنن. نگاه کنید. همه تون باید پا می شدیم می رفتید. نیز نای افلاک به کی میگه عزیزم؟ اون بیشعور مگه سرش میشه؟ الان بگو نوحه دو طفلان مسلم خودش رو تیکه پاره میکنه. شما آدم احمق نادان رو که نمیتونی کاری بکنی. بشنو از نی چون حکایت میکنن، اصلا شعورش نمیرسه. سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. وای وای خدایا، بیشعوری مملکت ما رو داره به کجا میبره؟ وقتی رهبر مملکت ما ادعا میکرد یه موقعی مولوی شناسه و حالا جنتی شناس شده، دیگه چیکارش میشه کرد؟ واقعا اسباب تأسفم. حیف هموطنانم، حیف. ایران چه جایگاهی داشت دردناک. دیروز براتون گفتم در برلین در آلمان مسابقه هر سال بزرگ داشته آواز زن ایرانی برپا بشه و تو ایران پریسا ممنوع صدا باشه. چه میشه کرد؟ کجا گیر کردیم؟ یادم هست محمد سریر عزیز، غلامرضا ماهروزاده، مجتبی میرزاده، اینا واقعا جوانای همنسل هم که سازها رو در دستشون ساز به رقص و وجد و گاه به گریه میافتادن و چه میکردن، چه میکردن. چهار مزرابه که میزد. وای خدا،
بعد اینا کم کمک الان میبینی چه کسایی اومدن و چه نوع سازهایی رو میزنن و بعد نی رو مصادره میکنن در یاد رو در نشستن فراغ به نام صفوی است و اجازه ندارن نی رو پخش کنن. دیگه این مملکت ماست، مملکتی که اهالی ولایت فقیه هنرش رو مصادره کردن، زیبایی هاش رو مصادره کردن، عشق رو مصادره کردن، میلیون ها پولش رو مصادره کردن در جیب های مبارک ببخشید و مملکت رو به کجا رسوندن. من واقعا این نیروگو اصلا گلوم گرفت، حساسیت پیدا کردم که با چه قوم بیشعوری روبرو هستیم. کشورمون رو به جای رسوندن که من الان یه انیمیشن بهتون نشون میدم که اینفوگرافی که در واقع نشون میده نرخ تورم در شهرهای مختلف در پرتو حکومت با درایت زی کفایت با شرافت، حالا همینا رو بشموریم که رو هم دیگه، مقام معظم ولایت به کجا رسیدیم. نگاه کنید، تا 45% هم میرسه نرخ تورممون. این آقایونی که مسئولان امور اقتصادی مملکتن و صدای نی نگرانشون میکنن، وحشت میکنن مبادا ببندشون تو جهنم، ملتی رو به جهنم وجود نحس خودشون گرفتار کردن و حالا دارن این حرف رو میزن. چند تا نکته رو براتون بگم بسیار با اهمیت. آقای طائب، در واقع آقای طائب قائم مقام اطلاعات سپاه بود یا سرپرست بود و اطلاعات سپاه یک رئیس کل نداشت یا یک فرمانده کل نداشت. بعد سردار نجات و زیبای نجات اون آدم کش معروف اینو کردن قائم مقام قائم مقام، یعنی خود یارو قائم مقام بود، اینم شد قائم مقام. حالا سید علی آقا اومده بنا به تقاضای آقای سلامی فرمانده جدید سپاه، حسین طائب رو که سری با آقا مشتبه از هم سوا دارن، دستشون تو دست همه، اونو کرده رئیس کل سپاه، رئیس کل اطلاعات سپاه. بنابراین بعد زیبای نجادو اومده برداشته از اونجا برده به ستاد به اصطلاح سپاه. نقدی اونجا بوده معاون فرهنگی فرمانده سپاه، یک لات آدم کش معاون. حالا این آقا رو بردن اونجا. یه دلیل دیگه هم داره، این آقا در این حال چون از وردست حسین سلامی با اونم خیلی نزدیک، حسین سلامی هم گوبلز نظامه، یه نفر دیگر روزا میخواسته برای عربده کشی و دروگویی و فریاد زدن و داد کشیدن و که مردم رو فریب بدن در این بازی که الان با امریکا دارن. حالا براتون میگم، من در امریکا خیلی چیزها رو دیدم و شنیدم و براتون باز خواهم گفت. روز جمعه از سفر اومده بودم خسته، جتلک، اصلا حرکت نمیتونستم بکنم، ولی یه سره سه تا برنامه رفتم،
یه برنامه عربی هم رفتم خدا شکر. حضورتون عرض کنم که آقای طائب مأموره که مقدمات جانشینی آقا مجتبی رو فراهم کنه. حالا اینا مبنا رو بر این گذاشتن که آقا ابراهیم رئیسی، خب رئیس قوه قضاییه است، در اون مجمعی که تیک اوور میکنن وقتی رهبر سرش رو گذاشت زمین، رؤسای سه قوه که هستن، یعنی لاریجانی و آقای روحانی و همینطور سید ابراهیم، اینا هستن در اون مجمع. رئیس خبرگان را هم بهش اضافه بکنن، اینا میشن چهار نفر. یه نفر دیگه میخوان، اون یه نفر هم پیدا میکنن به هر حال، و از این پنج نفر بیان بگن آقای رئیسی فعلا ولی فقیه، اما آقای رئیسی چون شاغلوس داره و میخوایم این ولایت عهد، ولایت امت مولای درزش نره، آقا مجتبی رو خواهش کردیم تشریف بیارن قائم مقام بشن. مسئله قائم مقامی تو جمهوری ولایت فقیه پره. ما سم رژیم گذشته یه وزیر داشتیم، یه رئیس داشتیم، یه معاون، حالا یه قائم مقام داریم، 8 معاون داریم. تو وزارت خارجه لایق ترین آدمی که باید وزیر خارجه بود مرتضی سرمدی، 40 سال معاون. آقا چرا معاون، چرا قائم مقام؟ آقای ظریف چه تخم زردی فروخته؟ آقای سرمدی هم انگلیسی خیلی زیبا حرف میزنه، هم ادبیات فارسیش خیلی خوبه، هم آدم با شرفیه، چرا باید ظریف بشه اونجا؟ چرا حق اونو گرفته، غصب کرده؟ به خاطر اینکه آقای سرمدی دخترمه پسر خالش با جناق آقای جنتی نیست، نمیدونم با جناق اون یکی نیست، برای این هزار فامیل ننگین ارتباطی نداره با این هزار فامیل. به هر روی آقای خامنه‌ای کارهای دیگه هم کرده تو این گیرودار. اولا برای اولین بار میبینیم حسین سلامی میاد وسط، البته درست بفرموده است، ولی حسین سلامی حکم رو صادر میکنه، قابل تعمله، دقت کنید. آقای حسین سلامی طرح عملیاتی رو علیه عربستان و امارات کشیده، ترسیم کرده و با آقای خامنه‌ای رو ایشون هم تایید کرد، تنفیزش رو واگذار کردن به چند گروه حوثی ها، هشت شبی. در هشت شبی این 1900 نفری که از عراق آوردن شامل یک مجموعه میشه از نیروهای هادی العامری، فیلق بدر، سپاه بدر، حرکت النجباء، اصائب اهل الحق و یه محدودی هم سرای الخراسانی. اینا رو بردن، اول اینا رو بردن از مهران، رو بردن از اون مناطق، مردم پس زدن عصبانی، بعد بردن در منطقه خوزستان، در شادگان بردن فلاحیه، و اونجا هم مردم واکنش تون نشون دادن. به هر حال یه عده‌شون اونجا بخشی رو بردن پایگاه مارینز در خرمشهر و آموزششون میدن، برای اینکه بتونه همین مردان قورباغه‌ای رو مثل اونا یادشون میدن که از زیر بتونن برن کشتی‌ها رو مین بزنن. یه سری اونا هستن، یه سری حوثی‌ها هستن که مجموعه‌شون آوردن ایران، در پادگان امام علی خرم‌آباد آموزش موشکی بهشون دادن و همینطور هواپیماهای بدون سرنشین آموزش دادن. شو به خصوص اینا الان روی هواپیماهای بدون سرنشینی کار میکنن که هم رادار گریز هم موشک میتونه با خودش هم بکنه. اینا رفتن روی اون دارن کار میکنن، گمان نمیکنن بتونن فرتوس رو ازش استفاده بکنن، چون اولا فرتوس بزرگ، انتقالش یه مقدار مشکله، ولی ابابیل رو در انواع مختلفش بخوستیم، مدل جدیدش که باز رادار گریزه و موشک هم میکنه، اینا رو دارن به اینا یاد میدن. قبلا به حماس تعداد دادن، از راه تونلای سرای سینا به داخل فلسطین بردن، به غزه بردن و چند تای به اسرائیل شلی کردن. من همیشه وقتی اینا این موشک رو میزدن میگفتم عجب همدست جمهوری اسلامی با اسرائیل،
چقدر این آقای نتانیاهو با فرماندهان سپاه قرمون صدقه هم میرن. نتانیاهو اوضاعش خرابه، اینا یک فرمان به حماس میدن یه موشک بزن، فردا محبوبیت نتانیاهو میره اوج 90% میشه. چرا دیگه در اسرائیل شخصیت های برجسته رو نمیبینیم؟ چرا آدم حسابی ها نیست؟ چرا یوسی بلین دیگه در صحنه نیست؟ یک مقاله نوشته بود اخیراً شاهکار در مورد اینکه اسرائیل چاره ای نداره جز اینکه با فلسطینی ها صلح بکنه. چرا باید آدم های حسابی تو اسرائیل پس زده بشن و نتانیاهو بیاد گردن کشی بکنه؟ واقعا تلخه، واقعا تلخ. فقط به خاطر جمهوری ولایت فقیه، فقط به خاطر اینکه اینا میرن پول میدن به حماس، به رمضان شله پول میدن، به رمضان شله که بدبخ افتاده نخاله جاش اومده ولی نخالم هست، حماس رو به اینا میره پول میده. برید یه موشک بزنید به اسرائیل، اوضاع رو به هم بریزین، ابو مازن رو داغون کنید، برید کارتون این باشه. این اهالی ولایت فقیه هم یک ذره شرافت انسانی هستن اصلا فکرشو نکنید، وجود نداره در حد و قیافه این، اصلا وجود نداره همچی چیزی. باری جمهوری اسلامی الان با این تغییراتی که آقای خامنه‌ای داده اینجوری چینش رو در نظر بگیر. آقای خامنه‌ای فکرش اینه، میگه آمریکایی‌ها این همه نیرو آوردن، اینا قصد جنگ با ما ندارن، بلکه هدفشون اینه میخ و بکوبن در منطقه. حتی اینجوری برداشت میکنه، میگه نه، اینا میخوان عربستان رو بترسونن، میخوان امارات رو بترسونن. بنابراین ما هم اگه یکی رو موشک زدیم که جلو مردم آب رو برای خودمون بخریم، آمریکایی‌ها کاری ندارن. باور کنید یک دونه موشک یعنی نابودی اینا. اینی که بهتون میگم رو هوا نمیگم، خیلی ها رو دیدم توی آمریکا، با خیلی ها حرف زدم. سیاست آقای ترامپ به هیچ وجه تلاش برای گفتگو به جمهوری اسلامی نیست. اگر جمهوری اسلامی اون 12 شرط پومپئو رو بپذیره، درش یه موجود ذلیل بدبخت تسلیم شده است. اگر نپذیره، تیک تاک ساعت میاد هر روز داره ساعت مرگشو میشموره نزدیکتر میشه. شما فکر کنید یه مردک بی سواد نادانی مثل حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، حالا اقلا اون جعفری هرچی میگفتن یه دافوس دیده بود، یحیی رحیم صفوی رفت تو دکترا گرفته بود، این آقای سبزوار رضایی دکترا اقتصاد گرفته بود، کتاباشو برای منم فرستاد همه رو من دیدم، ولی این مردی که لات لیست پس لیست بازی میکرده گوشه کوچه ها، بعد اومده حالا فرمانده کل سپاه پاسداران، اصلا ریختش رو نگاه کنید، ریختش رو این علی فدوی رو نشون بدید. آدم یاد شب جمعه ها میفته، میرفتیم حضرت عبدالعظیم یه گدا سر کوچه نیست، یه گدا تای کوچه، اینا دوتا مثل اونه. اینا فرمانده سپاه و فرمانده دریایی بوده و معاون ستاد و معاون فرمانده و حالا این تنگسیری که اومده جای فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه شده، اقلا شعور داره، یه چیزایی بلده، دوره دیده. ولی این مردی که اصلا حالیش نبود، زور اشکنه رو بیارن لقمه لقمه بچپونن تو دهنشون، سیب زمینی داغ هم خورده بود، لبش سوخته بود، چه بساطی توی به اصطلاح پایگاه بوشهر درست شد و که آقا اشکنه خورده لبش سوخته. باری آقای خامنه‌ای با این اوهام و تصورات این آدم ها رو ورده نشونده. خب تکلیف آقا مشتبه که روشنه دیگه، تائب رو داریم دیگه، خیالمون جمعه دیگه، حسن هم گذاشتیم ور دستش، حسن که نوکر خودمونه در بس دیگه، اوضاع ما رو براست. سپارم که دادیم دست این یابوی بلنگو به دست، خب اینم خوبه دیگه، عربده رو میکشه، دشمن تهدید میکنه، ترامپ هم همینجوری میلرزه، پوشک عوض میکنه از ترس ولایت فقیه.
آقا جا اینجوری نیست داستان. نگاه کنید به نقشه خلیج فارس، نگاه کنید که ناو هواپیما برای لینکلن کجا ایستاده، در پهنه چه صخره و چه جایی است، و تصور کنید که خدای ناکرده در صورت یک خطای ولایت فقیه و دور دستش جنگ شروع بشه، در 12 ساعت اول 80% از صنایع ایران، اعم از نظامی و غیر نظامی، بنادر، ایستگاه ها تمام نابود خواهد شد، فرودگاه ها 2 ساعت و نیم. پس آقای خامنه‌ای شوخی نیست قضیه، ملت ایران رو به پرتگاه نابودی نبر، آن کس که در این بازی ببازد ملت ایران، اما خودتو بازنده اصلی خواهی بود. سرنوشتی مثل قذافی چون مردم از شما نخواهند گذشت. مردم در جریان جنگ‌های ایران روس آخوندی رو که آب حوضی رو که این وضو میگرفت میرفتن کاسه کاسه ورمی داشتن میبردن توف کردن بهش، از مسجد قزوین بیرونش کردن با پس گردنی، وقتی فهمید این باعث این شکست شد. خیلی جالبه که آقای دکتر شخدابیان و دکتر شریعتی که از یه طرف از اسلام بی آخون میگه و فلان و اینا، بعد میگه هیچ وقت شما امضای یک روحانی رو پای سند خیانت ندیدید. سند رو که حکومت ها امضا میکنن نه روحانی، اما روحانی باعث سند خیانت شده، روحانی باعث شکست نهضت ملی شده. کاشانی نگاه کنیم دیگه، روحانی باعث نابودی مملکت شده، سید روح الله مصطفی کشمیری، سید علی آقای حسینی، اینا همه شده. دیدیم دیگه، در آخوندی که با اعلام جهاد دادن و به پادشاه فتلی شا اختار بکنه اگه تو نری با روسا به جنگی من حکم ارتداتو میدم، این آدم میره در جنگم کاری نمیکنه، فقط تحریک میکنه، فوش میده، ناسا میگه تا ایران شکست بخوره. جنایت آخوند اینه. الانم که حکومت دستشونه ما توی شرایط ویژه قرار داریم، ما شرایط خیلی سخت و تلخی داریم. در نظر بگیرید که اگر همین آقای حسین سلامی، آقای تنگسیری، چهار تا از این پاسدارا که خیلی باد به قبقب انداختن، یک خطا مرتکب بشن، سرنوشت بدی در انتظارشونه. این بار دیگه ترامپ رو دروسی رو گذاشت کنار، گفت اگر اینا کاری کردن و فلان کردن ایرانی نخواهد ماند. حالا سه دلیقه بله این جرأت نمی کنه به ایران حمله کنه، از دعای شما میترسه، از یا قدوس شما، صلوات شما میترسه. درنگ کوتاهی بکنیم، ترانه ای بشنویم با یاد پیر احمد آبادی. Oh, no.
با درود دوباره، کاری از پرویز مشکاتیان، شعر علی اکبر خان ده خدا و آواز شهرام جان عزیز به یاد مصدق. و در دیماه 83 یک کنسرتی گذاشتن که پول جمع بکنن برای زلزله بم، که چه کار موفقی هم. برگردم به مسائل و تحولات منطقه. چند تا نکته رو براتون میگم خیلی مهم. امارات، کویت، عربستان سعودی و طبیعتاً دولت عظمای قطر و همینطور بحرین اعلام کردند که تسهیلاتی در اختیار آمریکا قرار میدن که اگر لازم دونست از آب و آسمان و زمین آنها برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده بکنه بتون. به معنای دیگه این ماجرای جنگ عراق که نیروهای جنگ اول که در سعودی مستقر بود و در جنگ دوم در کویت، اگر آمریکا نیاز داشته باشه که اراضی سعودی بره یا کویت یا امارات یا بحرین، از این امتیاز استفاده خواهد کرد. این یه مورد. مورد دوم اینه که واشنگتن، ریاض، تهران، امارات همه میگن ما دنبال جنگ نیستیم، اما برای جنگ دارن آماده میشن. خیلی جالبه ها، همشون میگن ما دنبال جنگ نیستیم، ما جنگ نمیخوام. اما هر گوشه رو شما نگاه میکنید بسیج و آماده باش برای جنگه. جنگی که میتواند ابعادی محدود داشته باشه، به این معنا که مثلا یه درگیری بین ایران و سعودی صورت بگیره، دو سه روز و بعدم میانجیگری و متوقف، یا ابعاد خیلی وسیع باشه که بین ایران و ایالات متحده باشه، وقت متحدانش هم جز بشن. طبیعتا جمهوری اسلامی دستش رو نمیرسد به بی بی، پا میشه موشکار میفرسته دبی، میفرسته ابوظبی، میفرسته بحرین، میفرسته سعودی، کویت. اون وقت حمله برای محو ایران، نابودی ایران همونطور احترام میگه آغاز خواهد شد. این خیلی بسیار چیز دردناک و تلخی و نگران کننده. در عراق آقای مقتدی صدری که یه روز مسخرش میکردیم و حالا چقدر عاقلانه حرف میزنه، و آدمایی که به وطنشون علاقه دارن، دکتر عیاد علافی، اینا میگن آقا اگر این جنگ در بگیره عراق هم نابود خواهد شد، چون جمهوری ولایت فقیه از عراق سوء استفاده میکنه برای اینکه با امریکا روبرو بشه، پس ما هزینه‌شو میپردازیم. دکتر عیاد علافی حرف خیلی جالبی زد که اینا رو به هم ریخت و نوکرای جمهوری اسلامی شروع کردن قیل و قال کردن. دکتر عیاد علافی گفت اینا از خاک عراق، از خاک یمن، از خاک سوریه مصالح عالیه کشورهای آسیای خلیج فارس رو هدف قرار میده. جمهوری ولایت فقیه خودش نمیکنه و نوکراش میکنه، اما هزینهشو ما عراقی ها خواهیم داد. یک موج نفرت ضد ایران در عراق به راه افتاده که حد نداره. سعودی ها داشتن کنسولگریشون رو در بصره افتتاح میکردن، وابستگان جمهوری اسلامی ریختن اونجا، داد و بیداد رو نمیذاریم و اینا، از تروریست ها حمایت میکنن سر و صدا. سه روز بعد که اینا رفتن از اون منطقه، اینا برگشتن به کنسولگریشون و این بار موج ضد جمهوری اسلامی به راه افتاد. حملات گسترده که این رژیم آدمکشه، این رژیم جنایتکاره، ما نمیخوایم اینا توی بصره باشه. اینم پاسخ اهالی ولایت فقیه. من آنچه را دارم میبینم بسیار نگران کننده است. اولا شما در نظر بگیرید که عادل جوبر وزیر خارجه سعودی در یک کنفرانس مطبوعاتی میگوید ما جنگ نمیخوایم، نمیخوایم دنبالش بریم، ولی اگر دیگران خواستن بسم الله. پادشاه سعودی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی، کشورهای اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس منهای قطر و عظما دعوت کرده که پایان این ماه که تقارن پیدا میکنه با
عید در واقع مذهب، مهمترین عید مسلمانان، البته غیر از ایرانی ها، عید فطر و پایان ماه رمضان، دعوت کرده که دو کنفرانس در عربستان تشکیل بشه. یکی کنفرانس کشورهای اسلامی است و حتی رئیس هیئت نظامی حاکم بر سودان رو هم دعوت کرده، رئیس دولت موقت الجزایر هم دعوت شده، جنرال سیسی است، بقیه سران عرب و سران کشورهای اسلامی، پاکستان هست و همینطور افغانستان و دیگر کشورها. یک کنفرانس کوچکتر گرفته از کشورهای اتحادیه عرب، بیش یک کشوری که عضو اتحادیه عرب هست، احتمال داره، احتمال داره این کنفرانس کوچکتر یک موضع بسیار تند علیه جمهوری اسلامی بگیره. شما نگاه کنید تو منطقه چه اتفاقایی داره میفته. وزیر خارجه قطر عظما میره ایران، یواشکی مخفی، هواپیماشون برن اون قسمتی که هواپیمای روحانی و سران رژیم در اونجا پارک میشه. میره چی میگه به روحانی؟ میگه آقای روحانی، به ظریف میگه آقای ظریف، بی 52 رو امریکایی ها آوردن تو پارکای ما هم گذاشتن، 250 تا هواپیمای دیگه هم دارن، جدی هن. هر روز هواپیماشون داره میره آسمون، شماها رو رکانسنس نگاهتون میکنن، ارزیابیتون میکنن، نکنید آقا. ما این قطر هم به بدبختی میکشونیم، ما دوست شماییم، دنبالتون میایم، براتون گاز میفروشیم، بابت اون گازایی که دزدیدن سالها گاز براتون میفروشیم فلان، ولی شما یه وقت اشتباه نکنید، ما چش امید اون به شماست. اینو قطری ها میگن. وزیر خارجه شون همطور میگه ما حاضریم همه رو به شما کمک بکنیم، ولی شما هم باید حواستون جمع باشه، کاری نکنید که خدای نکرده به رویارویی در منطقه منجر بشه. این چیزی که ما میبینیم امریکا یا آمادگیشو دارن، آماده باش دارن میدن، این خطرناکتر از اون چی که در جنگ با عراق دیده شد، نگران کننده است. و آقایون، خب اهالی ولایت فقیه تصور میکنن، رافائل سانچز یکی از نویسندگان سرشناس می نویسه که جنگ سردی توسط وکلاشون در خلیج فارس بین ایران و کشورهای عربی و ایالات متحده درگیره. آنچه که مشاهده میشه ایالات متحده به این جنگ علاقمنده، هیچ کاری برای احتراز از اون انجام نمیده. و اشاره میکنه که کشتی ویکتوری که این مین سپاه یک سوراخ بزرگ درش ایجاد کرد و کشتی های دیگری که میتونن مورد حمله یا خطر قرار بگیرن، نشانه آشکاری است که دیگه روابط و اوضاع بین ایران و جمهور، بین جمهوری ولایت فقیه و کشورهای همسایه‌اش به یه نقطه بی برگشت رسید. نه، همه قابل تحمله. شما الان نگاه کنید حزب الله جیکش در نمیاد، جیکش در نمیاد، در لبنان موش شده، رفته زیر زمین، گفت موش شده و صدایی ازش در نمیاد. کجاست نعیم قاسم؟ اون خط و نشون کشیدن رو که حسن نصرالله میگفت چی شد؟ چون حسن نصرالله میدونه همزمان با ایران نقشه هم اسرائیلی ها برای سر او دار و دستش ریختن. اسرائیل اصلا ملاحظه نخواهد کرد این بار اگر به لبنان حمله کنه، به گونه ای خواهد رفت که حزب الله رو در همون قسمت اول خلاصه دخلشو میاره. در عراق مقتدی صدر اخطار میکنه مرتب، الان دوباره اخطار کرد که او به زودی تصمیمات جدی در مورد بعضی از وابستگان به خود، به قول تیار صدری یا گروه صدری خواهد گرفت. چی هست اینا؟ بعضی از اینا رو متهم میکنه که اینا فاسدن، خائنن به عراق و با بیگانه ارتباط دارن و من اینها رو رسوا میکنم و
اموال مردمی که گرفتن ازشون پس میگیرم و خودشونم سرنوشت خوبی نخواهند داشت، به خصوص اینا که در نجف و در بله در جنوب عراق مستقر، ناصریه و جای دیگه. اشاره میکنه که اوضاع امنیتی سنگینی که در اون منطقه حکم فرماست، یه دلیل عمدش مسئله اختلاف ایران و ایالات متحده و این تنشی است که بین دو کشور وجود داره. پس اونم قابل تحمل. حالا یه نکته دیگه بهتون بگم. استان نینوا که از پس مبارزه سنگین با داعش بیرون اومده، اینا فرماندارش رو عوض کرده بودن. انجمن شهر اومد که فرماندار رو تعیین بکنه. آمدن و توافقی اونجا صورت گرفت بین آقای بارزانی و بین هادی العامری. ببینید یه مصلحت‌های جزئی چطور در عرصه بزرگ کشور تأثیرات بدی داره. آقای بارزانی کفایت کرد به این که معاون استاندار از حزب او باشه، استانداری رو دادن به هادی العامری، یعنی سنی ترین و مهمترین استان سنی و بزرگ عراق رو که از دست داعش بیرون اومد، دوباره مجال دادن که نوکرای جمهوری اسلامی در اونجا مستقر بشه. اینا خطاهایی است که رهبر میکنه. خطای بزرگ آقای بارزانی در رفتن برای رفراندوم جدایی خطای قابل گذشت نیست. خطا همیشه میمانه. الان هم ایشون یه خطای دیگه کرد. به خاطر یه معاونت استانداری حاضر شد که زیر چتر ولی فقیه، حداقل موصل رو بده زیر چتر ولی فقیه. در این حال سفیر جمهوری اسلامی در کویت آقای محمد ایرانی، محمد ایرانی داستان خیلی جالب بود، این بیروت هم بود، اردن هم بود، بعد دچار بیماری بدی شد، بیماری که نامید شدن ازش و رفت تا حالش خوب شد دوباره اومد و حالا سفیر در کویت عربده کشتی رو شروع کرده. ایشون میگه که من به دولت‌های منطقه اخطار میدم ما باید آماده باشیم برای آینده. شاید چیزی رو الان نمی‌بینیم ولی به هر حال آینده رو اخطار می‌کنم. من اگه کسانی بخوان آینده رو تاریک کنن ما بیشتر تاریکش می‌کنیم. اینم در واقع داستان رو. در یمن در حدیده نیروهای دولتی در حدیده موفق شدن با خروج حوثی ها از بعضی از مناطق موضع خودشون رو محکمتر کنه. دونه دونه مسائل منطقه رو بهش میپردازم. در کابل اتفاق جالبی افتاده. بانک تجاری ایران که تنها بانک در ایرانی در کابل بود به علت پولشویی آلودگی در اموالی که از مواد مخدر به دست میاد، قاچاق، تعطیلش رو جلوش رو گرفتن و لایسنسش رو هم لغو کردن. امیل هاشور سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفته که ما لغو کردیم، ترخیص بانک رو لغو کردیم. واقعا جمهوری ولایت فقیه گفت هر روز که نگاه میکنی یک پیروزی بزرگ در چارسوی جهان داره. در افغانستان بانکش رو میبندن، در عراق کنسولگریش آتیش میزنن، در هر جا که شما نگاهید، در سوریه توف میکنن بهش، در لبنان اظهار نفرت ازش میکنن و در یمن یک ملتی از دستش به عزاست. این جمهوری ولایت فقیه واقعا اسباب تاسفه. دیدم در افغانستان درگیری سر ریاست مسجد، آدم اونجا میده باز جدیه. مثلا در ایران آقای لاریجانی در بیرون تصمیم میگن که ایشون باید بشه رئیس مجلس، تصمیم میگیرن. در مجلس ششم آقای محمد رضا خاتمی باید رئیس مجلس میشد، گفتن آقا نمیخواد، آقا نمیذاره. درش آقای کروبی اومد، ایشون شد نایب اول. بعد خواستن دوباره نامزدش کردن، محال بود. سید علی آقا اجازه بده که مجلس دست برادر
خاتمی باشه. ولی تو افغانستان دیدیم رأی گرفتن و یه عده اعتراض کردن. به هر حال آن کس که رأی بیشتری داشت به ریاست لویجرگه انتخاب شد. حالا یک بانوی خیر یکی از این کشورهای آسیای میانه پولدار هم هست، پسرش رو داماد کرد. ایرونی ها یاد بگیرید 20 تا هم دوستای پسر شمسن و سالا رو هزینه عروسی اونا رو هم میده. نگاه کن. من افسوس میخورم، وطنم رو میبینم، شادی رو قیچی میکنن رو لبای مردم، در مراسم عزا نی ممنوع میشه، در مدرسه یک آهنگ ساسی مانکن خونده میشه، چه بساطی را میندازن، چه جور مدیر مدرسه توبیخ میشه. این همه در حکومت تظاهر و فریب، در حکومت نادانانی که به یک دست خرافه گرفتند و به دست دیگر فقه شیعه رو، توزیع المسائل رو، که لذت بردن جنسی از یک شیرخواره کوچک رو هم براتون توصیف کنه. اما بریم یه فیلم هم ببینیم از مدارس قدیم ایران. من آنچه شرط بلاغت با تو گفتم آقای سید علی آقا، مقامات جمهوری اسلامی، حسین آقای اربدکش، برای همه تون گفتم چه در انتظارتونه. یه خود به خودتون بیان، یه خود فکر کنید این سرزمین جاودانه نباید زخم بخوره. بریم مدارس قدیمی ببینیم. راهنمایی آموزگار در باغچه آموزشگاه نخود سبز و سبزی های خوراکی کاشتند. زحمت های چند ماه پیش به ثمر رسیده بود. شاگردان همه از نتیجه کار راضی و خوشحال بودند. البته خریدن نخود سبز و سبزی از دکان اشکالی نداشت، ولی کاشتن آن به دست خودشان خیلی بهتر بود، چون هم باغبانی یاد می گرفتند، هم پول زیادی برای خریدن سبزی نمی دادند و بالاتر از همه چیز یک قسمت کوچک از خاک کشور را سبز و خرم می کردند. شاگردان بارها لغتهای سختی را شنیده بودند، ولی درست معنی آن را نمی دانستند. اما آموزگار با آنها گفته بود که در سالهای بعد مطالب زیادی راجع به این لغتها خواهند فهمید. یکی از این لغتها کلمه ویتامین بود. آموزگار با آنها گفته بود که ویتامینها برای بدن بسیار لازم هستند و اگر ما ویتامینهای مختلف را نخوریم ناخوش خواهیم شد. یکی از این ویتامینها ویتامین آ است که در نخود سبز هست. ویتامین آ پوست آدم منظر از اون مدرسه میبینه، بچه ها نشستن، معلم داره براشون حالا چیزایی میگه، اداری گرفتن این رو تظاهر کنه، هر چی هست، وضع لباس و وضع مدرسه و آدم ها رو ببینیم، مال چند سال، مال 50 سال پیشه، مال 45 سال پیشه. برای آدم خجالت نمیکشه، دختر بچه های 3 ساله 4-5 ساله لچک به سر با اون لباس ها. من واقعا دلم برای این بچه ها میسوزه. گاهی تو این فیلم ها نگاه میکنم، ولی بازم درود به کارگردانه ما که تن به این ذلت نمیدن و قوانین این قوانین ضد بشری اینا رو بهش اعتبار نمیذارن، اهمیت نمیدن. باز بچه ها زیبان میبینه، آدم
نگاه میکنم. من واقعا متاسف میشم وقتی که یه چیزی خوندم از آقای ربیعی. این آقای ربیعی هم حکایتی داره. من وقتی زنش فوت کرده بود، وقتی اومد حرف زد، واقعا متاسف، برای که ما آدمیم، ما انسانیم، ما مثل اینا نیستیم. که آقای ربیعی معاون وزارت اطلاعات بود، در بنیانگذاری وزارت اطلاعات دست داشت، بعدم که اومد در دولت خاتمی در شورای عالی امنیت ملی همه کاره بود، بعدم که وزیر کار این آقا شد. خلاصه داستانی داره این آقای ربیعی، من چه بگویم، باعث تأسفه. اما عبیانه رو میدونید کجاست. عبیانه جاییست که با سهراب سپهری با هم پیوند خورده. امروز چه خوب شد درباره شعر صحبت کردیم، ترانه ای رو که با یاد زنده‌یاد مصدق بود شنیدیم، احمد رضا جان احمدی رو دیدیم و حرفاش شنیدیم، و حالا عبیانه در جایی که شعر و آواز و مهتاب و زیبایی و درخت‌های معطر انسان رو بیهوش میکنه، صدای بانوی رو بشنویم در مملکت ولایت فقیه، که صدای نی رو هم در مرگ صفوی مصادره کردن. بریم عبیانه. صدای پای گل میاد دوباره، کلاق گفت یا بار بار سرخون مسافرم یا چند خبر کن، برم خواب بچینم سمت سمت گل، سر رشان و نیمه بزنم بر، سر رشان و نیمه بزنم بر. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.